شنبه ساعت 6 بعد از ظهر و پنج شنبه ها ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، علاوه بر اوضاع اقتصاد آمریکا و جهان، با راهکارهایی برای بهداشت مالی و خوشحالی بیشتر در خدمت شما عزیزان خواهند بود. درود به بینندگان عزیز تلویزیون پارس، من آنجلو طالبی هستم و برنامه روی خط پول رو تقدیم حضورتون میکنم. این برنامه همینطوری که اون ویدیو جدید با میگه، هم در سه شنبه ها 6 تا 6:30 بعد از ظهر، 2-3 دقیقه این برنامه، و پنج شنبه ها 3:30 تا 4 بعد از ظهر میتونید بنده رو تماشا کنیم. هر روز 5:30 شما خلاصه اخبار اقتصادی رو برای 3 دقیقه میتونید توجه بفرمایید. امروز ششم جولای 2020 آگوست ببخشید ششم آگوست 2024 و ما میبینیم که امروز بازار سهام اگه تعقیب کرده باشید، به جز امروز 3 روز قبل، بسیار این بازار وحشتناک بود، چون در یک زمان بیشتر از 1200 واحد اومد داو جونز اومد پایین. نه، ژاپن 12% کپسی چی مال ساوت کوریا 11% نزدک رفت بیشتر 10% اومد پایین. البته ما راجع به 10% کوریکشن ببینید، شما یوتیوب رو نگاه کنید، هفته پیش کم و سه شمه بود ما راجع به این 10% که دراپ بکنه بازار، و بعد من یادم گفتم نگین که بهتون نگفتم، ولی برجد اگه اتفاق نمیفتن، اگه شما حسابایی دارید که اومده پایین، بسیار اشخاصی که این برنامه رو نگاه میکنم ممکنه در بازنشستگی شما، اگه 401k دارن، آیرا دارن، هرچی دارن، میبینن اومده پایین. و به طور کل دیروز 6.5 تریلیون دلار، نه بیلیون، تریلیون دلار مارکت کلاپس دنیا بود. مثلا بیتکوین یک دفعه 7000 دلار اومد پایین، را به زیر 9000، ولی امروز باونس بک بود، یعنی یه مقدار برگشتن داو جونز، یه مقدار برگشت داو جونز، سعی کرد 40000 رو بشکنه 4 بار امروز، هر دفعه نتونست و آخرش هم مایوس شد و تقریبا 400 واحد آخرش اومد پایین. نزدک 2/3 استفادهش آخر ساعت، 25 دقیقه آخر ساعت از دست داد، یعنی 400 خورده ای واحد بالا بود، 160 واحد فقط رفت بالا. و الان دیگه موضوع یک کمپانی دیگه نیست، موضوع بازاره. مثلا معمولا میگن این کمپانی درآمدش بیرون برای همین بازار رفت بالا، الان دلیل برای بالا رفتن ها نیست، چون فصل درآمده گذشت. الان موضوع احساس مردم و یک پدیده است که هیچ کسی نمیتونه اشاره کنه بهش که از مود بازار، مود یعنی حالت بازاره، مود بازار یا اون حالت بازار بسیار مهمه، چون خودش هیچ وقت نمیخوابه. بازار میگه money never sleeps، بازار همیشه بیداره 24 ساعته. الان AI اومده و هر جهت بازار پیچیده تر شده، و به دلیل مهمی که اتفاق افتاد این بازار اومد پایین، و دیگه مثل یکی عصبانی میشه که سخته که آرومش کنی، و این عصبانی ها به نظر ادامه داره. زمانی بود که هفته پیش وقتی شغل ها اومد بیرون آمارش، بازار انتظار داشت بانک مرکزی بگه من پایین میارم بهره رو، تو همون جولای آگوست هر دو بار نیورد پایین، چون میگه میاریم پایین بعد آخرین روز بین نمیریم پایین. مثلا سپتامبر قراره که دیگه حتما میگه مثلا 95% شانس هست که میاره پایین، حالا یک چهارم درصد، هر فشنگ یک چهارم درصد از واحد، اگه دو تا از اونا رو که من فکر نکنم 0.5% بیاره پایین، شاید بازار حالش رو بهتر کنه. یه دلیلش این بودش که بازار از اون که بهره پایین نمیاد ناراحت بود، و یکی اصلا این بازار خیلی گرون شده بود. مثلا من راجع به این ویدیو صحبت میکردم، 3.4 تریلیون دلار شده بود، خیلی این پول زیاده، میتونید 15 بار برین ماه و برگردین با 100 دلاری، ولی بعضیت خیلی اعداد بزرگی بودن. الان دارن به فیر مارکت ولیو FMV یا
ارزش واقعی از طریق پرایس اکولیبریوم، یعنی نقطه نقطه میزنه تا اون نقطه رو پیدا کنه. الان بازار داره سعی میکنه این کار رو بکنه، ولی ما هنوز در نزدک زیر حرکت میانگین 200 روزه هستیم و اون خودش مقدار، یعنی الان نزدک تکنیکلی این بیر مارکت، یعنی خواب خرسی میگن ما بیر مارکت، البته به خوابش لب نداره، نوع جنگ خرس و گاو بود که این بازار میگن بول مارکت، یعنی گاو وحشی، و بیر مارکت چیزه وقتی بازار داره میاد پایین. بعد ما دیدیم البته ژاپن بدترین روزش از بلک ماندی 1987 بود، چون این روز دقیقا یادمه تو جم بودم، یکی اومد گفت بازار 25 درصد اومده پایین، من خندیدم، و وقتی هم بسته شد 22 درصد بازار در یک روز اومد پایین، در 3 روز تقریبا 60 درصد بازار، البته قابل چیز نیست، قابل آدم سخت اینا تجسم کنه، ولی همچین اتفاقاتی دو بازار افتادی که بازار یه دفعه 25 30 درصد بیاد پایین، در مردم عادت کردن اصلا پایین نیاد. مثلا این نسل شاید 20 سال اخیری که تو آمریکا بودن تورم نمیدونستن چیه، تازه دارن میبینن تورم چیه، رانندگی میکنن گاز ماشین بیشتر میشه، غذا میخورن، و استودنت ها تمام اینا داره، تورم یعنی وقتی که نمیتونی بخری و این تورم قابل مهار نیست، تورم باید مثل یک با طوفانیه که خودش باید داره. الان میگن علم انسان اگه میتونست ابرا رو یه طوری جدا کنه که همه ابرا مثلا توی هند چقدر بارون میاد توی کویر نمیاد، اگه بتونن این کار کنن، البته همچین سلولاتی الان رفته تو آسمان این کار رو بکنه 2 هفته پیش، ولی به همون سختی اینه که شما اموالتون یه طوری انجام بدین که در همه قسمت ها شما سیف باشین. اون سیف بودن مهمترین چیزه. شما مثلا هموطن عزیز، شما میخوای مطمئنا یک درآمدی در یه زمانی باشه که شما بگیرین، میگن you want to be there when you get there، وقتی اونجا رسیدین بزنین شما برین کوهنوردی، میگن یه مخزن آب خیلی خوب اون بالای چشمه است، وقتی برین بالا ببینین خشکه، خب تشنه هم هستین، میخوای مطمئن باشی که اون هست. و در فایننس در آمریکا، من کشور دیگر فکر نکنم هیچ کشور این کارو بکنه، دقیقا حسابهایی هست که مطمئنا شما به اون نقطه میرسید که این مثال بهتون نشون میدم. بعد امروز وقتی من خبر دیدم که بازار نفت راجب حمله برخورد اسرائیل و از جمهوری اسلامی بود، تاثیرش 12 سنت بود، یعنی شما مثلا نفت میره بالا تاثیرات مختلفه، ولی یعنی اون از 74 34 دلار فقط 12 سنتش میتونه در خطر باشه، انقدر اون شاید اخبارونو خبرهاونو زیاد بگن، ولی در واقعیت اصلا بازار سانس به اون فکر نمیکنه. خب مسائل دیگه داره و اون اینه که بهره بیاد پایین. چرا بهره اینقدر مهمه؟ چون دکتر میری نبضتونو میگیره، بهره نبض اقتصاده، چون اینترست یعنی من پولم الان لذت نمیبرم تو ببر، ولی به جاش اینقدر به من بده. و آمریکا بر اساس لورج به وجود اومده که کمپانی‌ها قرض میکنن از بانک ها و اگه بهره بالا باشه قرض نمیکنن، خونه نمیگیرن، وقتی پیمنت ها بالا بره بالا خب کوالیفای اصلا نمیشن، بنابراین تاثیر بسیار در مسکن، بازنشستگی، زندگانی، پورتفولیو. حالا بعضی هستن که یک نوع، من نمیخوام اعتیاد، عادت دارن، اصلا تو بازار سهام به خاطر پول نیستن، به خاطر اون بالا پایین رفتن هورمونای بدن و خون و اینا که هیجانی که هست تو این کار میکنن، ولی انز اگه ازشون بپرسی خون برای تو چی کار میکنه، با این پول میخواین چی کار کنی، و اون خیلی مهمه. شما باید پول بزنید جلوتون، میگه این همه من برای شما کار کردم، تو حالا میخوای برای من چی کار کنی، اون در خدمت جو. شما برای پول باید کار کنید، حالا پول برای شما باید کار کنه، به این میگن financial and retirement plan، یه پلان، یه نوع ریاضیات توشه، یه علمی در اون هست، همینطوری هپزار یا تصادفی نیست، یعنی شما بر اساس سنی که هستین چه درآمدی میخواین. الان مردمی که وقتی بازنشسته میشن اگه فقط سوشال سیکیوریتی دارن و اون درآمدهای قبلی دیگه در نمیارن، خب خیلی سختتر براشون از تا اینکه دو تا یا سه تا درآمد داشته باشن. متاسفانه مثلا آمریکایی شما نگاه کنید
این حسابا رو دارن، چون پدرشون سر سفره گفته، پدر بزرگشون سر سفره گفته. یعنی یه چیزی هست که در استخوانمندی آمریکا هست. ولی مثلا مردم مثلا وقتا مثلا سی دی میذارن، فکر میکنن که پول راحت دستشونه، اگه جایی بذارن دستشون راحت نیست، که البته اشتباه است. ولی هیچ کسی خب اون پولی که شما سیدی گذاشتی که نمی کش کنیم بذار بیارین تو خونه، باید یه جایی باشه. و بعضی وقت از این جیب میذاریم اون جیب، درآمدتون بیشتر میشه، آرسایش خاطر. چیزی که ایمان عسکری فرمولاش گفتش که فرمول آرامش خاطر، یه فرمولا داره. اگه دوست داری ما یه تو اگه میلینگ لیست ما نیستی میتونید زنگ بزنید، تو میلینگ لیست باشین، خیلی اطلاعات جالبی برای شما ایمیل میاد. اگه نیستی میتونید زنگ بزنید، بزنید تو میلینگ لیست، بهتون قول میدم که چیزای جالبی میبینین، خبرهای جالب میبینین. اگه تولدتون هم بزنید، تولدتون هم براتون میفرستیم. بریم تو تریژری. حالا تریژری چیه؟ بهره‌های 10 سال آمریکا. بهره‌های 2 سال از 10 سال بالاتر بودن. این خیلی خبر بدیه، ریسشنری، یعنی رکود، یک شاخص رکود اقتصاده. مثل نبض رو میگیرن، یا شما فیزیکال اگزامینیشن میدین، حیاتی ها رو نگاه میکنه، یکی از وایدل ساین یا علائم حیاتی مطمئنا در اقتصاد آمریکا اینه که شما پورتفولیویی که دارین چگونه تقسیم بندی شده. حالا من میدونم خیلی دوستان عزیز ریال استیت رو دوست دارن، که خیلی هم خوبه، ولی ریال استیت باید یه قسمت باشه، و یه قسمت هم باشه که حتما درآمد میاد، چون ریال استیت حتمی درش نیست، ممکنه 8 ماه خالی باشه، یا ممکن قیمت ها بیاد پایین. اون معین و مشخص بودن و حتمی بودنش خیلی بسیاریه. بعد بریم تو تریژری. حالا 2 سال کمتری ارز میکردم، وقتی از 10 سال بالاتر باشه نشون میده که مردم این فکر میکنن اقتصاد بد میشه، برای همین 2 ساله رو بیشتر دوست دارم. الان یه مقدار فلاتر شده، ایمان جان اینو بتونید نشون بده، شما یه تونست برای 2 ساله چقدر 10 ساله بیشتر بود، وقتی این الان این حرکتی که تو بازار شد، یه مقدار اون yield curve یعنی منحنی بهره، یا منحنی بهره یه مقدار آرامترش کرد، یعنی مقدار اون شیب و ازایی کمتر کرد، و تقریبا شاخص های مثلا 5 ساله رو کمتر کرد از 10 ساله، چون بالاتر بودن. این علامت خوبی نیست، چون الان بازار هم از رکود اقتصادی میترسه و هم از تورم. اولا میگن استگنیشن، دوباره میگن اینفلیشن، با هم بزنی میشه استگنیشن. حالا اگر الان این بهرهای 10 ساله رو میخواستم اگه بشه نشون بدی تو CNBC، بسیار ممنون میشم. اون چون این بهرها بسیار مهمه، من نمیتونم تاکید کنم، چون اونایی که پروفشنال تریدر هستن از خود بنده، یکی از اولین چیزهایی که نگاه میکنن فاصله بهرها بین زمانهای معینی. مثلا الان این الان یکی از که همه رو نشون میده، این 3 ماه 800 من بانده بریم بعده اومد نگاه کنید، این الان بهرها هستن، الان پایین بهرها، بله این الان مثلا نگاه کنید، یه ماه الان 5-3، یه 3 ماه 5-2، بعد 6 ماه 4 ماه الان، بعد یه دفعه یه ساله بیشتر شد. نگاه کنید چه زمانه بیشتر شد، و بقیهش هم کمتر 6 ماه، بعد یه دفعه این میبینید توازنی درش نیست، یعنی همینطور که میبینین مثل یه زیگزگه، ولی این داره خودش رو درست میکنه، چون بالاخره 10 ساله بعد از 1 ماه بیشتر باشه یا نه. چون شما نگاه کنید این 5.3 که برای 1 ماه نوشته، نه توی 1 ماه، یعنی سالانه که 1 ماه مش بعد تقسیم بر 12 کنید، اگه شما ماهانه تورم رو نگاه کنید، دو برابر این رشد ماهانه تریژریه، و اینکه 1 ماهه از 10 ساله بالاتره. این شما ببین بذارین inverted yield curve که فارسیش خیلی سخته من بگم چیه، یا منحنی بهره معکوس، اگه نگاه کنین نشون میده چرا اون ایندیکیشن اون برنامه است. بعد برگردیم، بعد یه دیگه نشون دادم، فحاصم بدین بهره ها رو، حالا بهتون میگم راه علاجش چیه. بعد ما طلا رو دیدیم، طلا امروز یه مقدار
جا داد به خاطر پایین اومدن بازار ریسک اسیتس، یعنی حساب، یعنی سرمایه گذاری که ریسکشون بالاتره، برای همین طلای مقدار آروم شد. ولی ریت کارت دوباره بهره رو میان پایین و ما دیدیم که کریپتو یه دفعه رفت بالا، چون کریپتو ریسک استه، یه دفعه دیدیم 2700 دلار رفت بالا ولی 70,000 بود. این خیلی جالب، از 70 میاد زیر 50 و دوباره میره 70، خیلی نوسان زیادی داره. اگه توش هستیم گود لاک، مواظب باشین. حالا شما در این زمان میگن اینونتوری پرابلم، یعنی پولمو کجا بذارم؟ این خیلی تو الان مهم شده. میگن اگه بذاری مستقلات، خب دیگه من نباید بگم تخلی خالی بودنش یا میتونه ریال استیت بیاد پایین. و بعضی تو سنی میرسن، شما سن 75-80 سالگی نمیخوایم برید ببین کی رنت رو داده کی نداده. حالا اگه بزنس شما هم هست خیلی خوبه داشته باشین، ولی خوبه یه قسمتش هم جایی داشته باشین که هیچ چیز نامعین و نامشخص و غیر قابل پیش بینی درش نیست، چون درست قابل پیش بینی نیست. مثلا بازار سهام، هر کی بازار دیگه من نباید بگم، بازار سهام هر کی بره انتظار روزی مثل دیروز هم باید داشته باشه که بعضی حسابا 30-40% اومدن پایین. میدونی مشتری ما تمام آمریکا حساباشون چقدر اومد پایین؟ زیرو، هیچ اصلا پایین نیومد. من خوشحال نه، خیلی خیلی آدما نمیتونن اینو بگن، استاک بروکرن تو هر چی اصلا، ولی هیچ حسابی ما نداریم حتی 1 دلار اومده باشه پایین. تو از اول سال تا به حال هم خیلی حسابایی که ما داریم مثبتن، چون هیچ وقت منفی نمیشن. هیچ حسابی ما نداریم اینجا بگیم منهای 3% امسال پول 3% اومد پایین. 0% میاد پایین یا نمیاد پایین یا میره بالا. وقتی هم میره بالا در اون سالگردی که شما میرسین، هر چی که استفاده بوده میره تو قلک تضمین شده، یعنی سر ای 6% دادن 106 تضمین میشه. همینطوری هر ساله که میزنه های وادر مارک، یعنی بالاترین اون سال میزنه اون انیورسالی، هر چی شما استفاده کردین مال شما میره تو حسابتون. و هر وقت بخواین آن اند آف سویچ، یعنی میگین سویچ رو بزنم درآمد بگیرم، میتونین درآمد بگیرین. و اگر میخواین به پولتون دسترسی داشته باشین، یعنی فرمولایی داره که دسترسی دارین. خوبی این حساب اینه که مثل بانک میمونه، بانک نیست، این سی دی اینا نیست، یه بینا بگن اینکام انویتیز. و این لغت انویتی هم نباید به ترسونتون، چون بعضی میگه آقا من به انویتی اعتقاد ندارم، بایدم دین که نیست، یعنی یک مبحث ریاضیه. و من خودم قبلا میگفتم این حساب زیاد جالب نبودن، ولی الان به خاطر اوضاع بهره ها من چلنج میکنم یه کسی هر سنی که شما هستین زنگ بزنید، من برای شما یه چی نشون میدم افیشال رسمی از طرف خود کمپانی میاد و شما به من بگین کجا میتونین بزنین پولتون همچین کاری براتون بکنه. و خوبیش اینه که هیچ کاری نباید براش بکنید، هیچ نباید نگرانش باشین یا نباید براش برین ججال سر بزنین، چون بعضی باورش نمیشه شما میتونین کار نکنین و پول بگیرین. بازنشسته این یه مثال. ایمان عسکری عزیز اینجا هستن، من خدمت ایشون به شما سلام عرض میکنم. و اوکی، در این مثال این شخص مثل 65 سالشونه، بله فکر کنم بله 65 بالا نوشته، بگه این شخص 250,000 دلار توی از سی دی یا استاک پورتفولیو هر چی دارن، یا چند من گفتم اینا بفروشین استفاده ها رو بردارین، من یادم از چندین بار گفتم 250,000 تا. حالا تو اون ستونایی که میبینین اگر دست چپ به راست برین میشه 65 تا 66، میبینین 65 تا. بنابراین سال اول آخرش 250 میشه 300، چه اینطوری شد؟ به خاطر اینکه 20% بونس داره. حالا اینکام بیس که اون بالا نوشته، همون مثال این زدم، شما میری کوهنوردی میخوای مطمئن باشه آب هست، این مخزن آب برای تشنگی، مخزن برای بازنشستگیه، اون تشنگی این بازنشستگی بهش میگن. بنابراین اول سال بگین این اول سال، بعد آخر سال، سال بعد که میشه شروع سال دوم میشه 325 تا. چگونه اینطوری شد؟ 20% اول گرفتن و 10% هم در یک سال، بنابراین آخر سال اول شده 325. هر سال این 10% میره بالا.
در این مثال اون آقا 70 سالگی، من میخوام درآمد بردارم، درآمد باید بر اساس 250 هزار دلار بردارن، اینجا بر اساس 425 هزار دلار. این همه گارانتیه، اون بالا لغت گارانتی هم با مرکب خیلی درشت نمیشه گارانتید، مینو آبی نمیشه گارانتید. حالا شما مثلا سی دی میدی میگن 300 هزار دلار، 250 هزار دلار میدی مثلا 5% میدن. حالا اینجا شما پس این آقا در 70 سالگی به اساس 425 هزار، نه 250 هزار، مثل 6.3% میگیره. همین 6.3 بسیار مهمه. حالا 6.3 چیه؟ income percentage، این به اساس سنه. هر چقدر شما بیشتر تو بعدن پول بگیرین، مثلا آقا 75 سالگی درآمدش میتونه بشه 38 هزار دلار، همونطوری که میبینید هر چقدر بیشتر صبر کنه. و تو این رشد هم مالیات نمیدین، شما اینجا 1099 نمیگیرید. حالا این 250 هزار، 26775 که تقریبا میشه 2250 دلار، 2600 دلار تقریبا، این 2500-600 دلار هر ماه تا آخر عمر شما گارانتیه. اینو مکس کنم، یعنی این آقا برای 250 تا بیشتر 10% داره میسازه هر سال، و این گارانتیه، اینطوری نیست که به امسال نساختی. و یه سر این ورتر هم برین این حساب بدم دابلینگ گذاشتی اینجا، نمیدونم اگه گذاشتی میخواستم نشون بدم. در بعضی ایالات اگر شما به لانگ ترم کر احتیاج داشته باشین، در این مثل این مثال اون 26775 که ستون آخره دو برابر میشه، میشه تقریبا 53 هزار دلار. یعنی شما احتیاج به پرستاری داشته باشین، اون 250 هزار دلار شما اون دو برابر میشه. این در بعضی ایالات مثل تگزاس، فلوریدا، ورجینیا، اریزونا، چند ایالت بگم هستش، تو کالیفرنیا این فقط بدین گونه است، دو برابر نمیشه. البته هنوز عالیه، یعنی شما خیلی سخت پولتون اینجا بزنین که به شما گارانتی بدن 10 سال، ده در بیشتر 10% در سال. حالا میگه خود پولم چی میشه؟ دلیلی که این صفحه اولی اینه که میخوام به شما بگن این درآمد تضمین شدهش بسیار مهمه. این اگه کسی این درآمد رو باید به این فکر کنه، من اگه این حساب داشته باشم 70 سالگی 2000 تقریبا 2300-400 تا میگیرم، اگه نداشته باشم اینو نمیگیرم. فقط فرقش اینه که اون زمان شما درآمد میگیری یا نمیگیری. به نظر من بگیریم بهتره. حالا اگه به این خود اون پول چه میشه، شما تو شاخص های مختلف میزنید. حالا تو اینجا ما یه شاخص انتخاب کردیم، حالا به خود اون پول چه اتفاقی میفته که شما انجام میبینید. یادتون هم گفتیم که 26775 تو اون ستون میبینین، همون عددی که نمون این بقیه این سالانه داره بر میداره، درسته؟ مثلا این سال انتخاب کنیم، بگیم 80 سالگی، فرضاً 80 سالگی این آقا تا 80 سالگی 294 هزار تا برداشته، یعنی پول خودشون رو تقریبا است، نه بیشتر 250 تا بود، از پول خودشون 294 تا برداشتن و اکوان ولیشون 307,962 دلار به اساس این شاخصی که انتخاب کردیم. این دیگه اینجا تضمین نیست، این بس از بس دیگه شما چه، ولی اون 26775 گارانتیه. حالا خود بقیه پول چی میشه؟ ما توی این مثال سعی کردیم که همیشه بالاتر از پول اولیه باشه، چون 250 تا بود ایمان جان اینو طوری دیزاین کرد که همیشه بالای پول اولیه باشه، ببینید همیشه بالای 200. و ستون آخر دث بنفیته، اگه اتفاقی بیفته اون ستون آخر، اگه همسر شما هستن میتونن درآمد بگیرن تا آخر اون بر اساس سنشون، بر اساس اون زمانی که اتفاق میفته. فرزندان شما میتونن اینو اگه تا به هر دوی شما افتاد نگه دارن، رشد بدن و برای خودشون درآمد بردارن. نسل ها هستن 3-4 نسل این کارو میکنن. و کش سرندر اینه که اگه بخوایم بیایم بیرون، مثال البته این کار نکنی، شما اگه به این توی حساب بگی من میخوام برم توش که این کاراشو برای من انجام بده، مثلا شما 69 همون خدابی را کشیده جالبه، مثلا میشه 65 تا 66 67 تا 68 تا 69 تا 70. حالا مثلا بعد 5 سال یک کسی میخواد 26 هزار تا گرفته دیگه، تو 70 سالگی 26 تا گرفته، اگه بخواد بیاد بیرون نمیشه surrender value 341 هزاره. دست چپش ستون accumulated value
که 356 مثلا در اینجا تمام 2.5 ساعت پنالتی داد بیاد بیرون، ولی البته هنوز بیشتر از پولیه که گذاشته اونجا اومده بیرون، چون بر اساس 250 تا درست شده. و شما هر زمان که درآمد برمیدارین، شما اصل پول یا اون مایه رو دارین برمیدارین، سر مایه رو دارین برمیدارین، حفاظتون میدین، بقیهش بازیه، چون اونجا هم درآمد میگیرین. حالا شما مثلا دخترتون میخواد عروسی کنه، 25000 تا لازم دارین، شما میتونید اونجا برید پول رو برداشت کنید. و یه فرمولایی هست که اگه علاقه دارین میتونید زنگ بزنید به آفیس، من برای شما همه رو توضیح بدم. شما اگه زنگ بزنید، اگه شما بین این برای جوانای بین 40 تا 50 هم خیلی خوب، البته که الان 35، یعنی 35 تا 50 کسی این کارو بکنه، بعد هم شد 35 تا 50 این کارو بکنه، من به شما میتونم نشون بدم. یه شما فرزند دارید، مثلا 3 تا فرزند دارید، صبر نکنید که فوت اتفاق بیفته بهشون یه پولی بدین. من خودم میبینم یا نه، من چون صورتم اینجا نیست، بعضی من شما بگی من الان براش یه پولی بذارم، مثلا فرزن شما 35 سالشه، خدا شما نگه داره همیشه، شما بعدش مثلا بگیم 25 30 سال بعد اگه من فوت کنم، ببین چه درآمدی پسرتون به خاطر کاری که شما قبلا کردین انجام میده. ما به آخر برنامه رسیدیم. تلفن ما 310-205-9000 310-205-9000. مواظب خودتون باشین، ما این بازار روز خوش. مشتاقیم به اطلاع بینندگان عزیز تلویزیون پارس برسانیم که آنجلو طالبی و همکاران هر سه شنبه ساعت 6 بعد از ظهر و پنج شنبه ها ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، علاوه بر اوضاع اقتصاد آمریکا و جهان، با راهکارهایی برای بهداشت مالی و خوشحالی بیشتر در خدمت شما عزیزان خواهند بود.